در اینجا موحد خرمی فعال رسانه‌ای از دبی به ما ملحق میشن. آقای خرمی، چه اطلاعات و گزارش‌های بیشتری درباره شرایط اعتراضی که در آبادان صورت گرفت، خانواده‌ها، قربانیان و در واقع شهروندان آبادانی داریم؟ با سلام، ما علاوه بر آبادان در تمام شهرهای خوزستان به اضافه اون در شهرهای شیراز، در اصفهان هم، حتی در بندرعباس، در بوشهر تجمعات اعتراضی رو داشتیم، اما اتفاقی که در آبادان افتاد این بود که به خشونت کشیده شد. توسط ماموران امنیتی همین اتفاق افتاد. مردم به هیچ عنوان، حتی یک سطل آشغال هم شما نمیبینید که آتیش گرفته باشه توی اون منطقه. بهانه‌ای که رسانه‌های حکومتی به خصوص فارس آوردن برای اینکه ماموران شلیک کردن به سمت مردم، چون در آبادان برای اولین بار شلیک مستقیم به سمت مردم هم اتفاق افتاد، این بود که مردم داشتن میرفتن به سمت اون برج، در واقع به سمت متروپول، اما به هیچ عنوان این کاملا دروغه. اصلا مردم به سمت خیابان امیری نمیرفتن و علت شلیک مستقیم به مردم شعارهای اونها ضد شخص ولی فقیه بود ولا غیر. یه کار دیگری که حکومت کرده برای اینکه بتونه توجیه کنه شلیک کردن به مردم رو، آتش زدن مغازه‌های آجیر سرای عبدالباقی، متعلق به مجید عبدالباقی، برادر حسین عبدالباقی. شما اگر شعارها رو بشنوید، شعارها ضد این خانواده هم حتی نیست، شعارها مستقیما حکومت رو نشونه میره. یعنی مردم میدانند که کسانی که مجوز دادن مقصر هستند، کسانی که فساد در اونها رخنه کرده مقصر هستند، و این کاملا مشخص. مردم در شعارهاشون به عنوان یک منشور خواسته هاشون میتونیم بهش نگاه کنیم، شعارهای مردمی در به خصوص در آبادان و باقی شهرها. اصولا شخص کاری ندارن، به سیستم فاسد اعتراض دارن مردم. یه نکته خیلی مهم دیگه هم این هست که دارن تلاش میکنن نفوذی‌هایی رو بفرستن بین مردم، اما در به خصوص در طایفه‌های عرب این جواب نمیده، چون مردم همدیگه رو میشناسن. اصولا آبادان یک منطقه‌ای هست که بیشتر عشیره‌ای هست، 150 عشیره اونجا حضور دارن، هر کدوم از عشیره‌ها اعضای خودشون رو میشناسن، و اگر یکی از اونها که تعداد بسیاریشون بوده، مثلا خانواده جلیلیان یا عشیره جلیلیان، فقط 7 نفر همچنان زیر آوار هستند و بقیه عشیره هم خونخواهی میکنن از اونها، پس جواب نداده. اما ما میبینیم نیروهای امنیتی که وارد مردم میشن، سعی میکنن شعارها، جهت شعارها رو عوض بکنن، شعارهایی حتی به نفع سپاه سر میدن، اما مردم همراهی نمیکنن. و این اتفاقی هست که تلاش مذبحانه حکومت هست برای اینکه مسیر اعتراضات مردم رو در خوزستان تغییر بده. این اتفاق تا الان نیفتاده و نخواهد افتاد. من شما میگم، چون که مردم همدیگه رو میشناسن، همه طائفه هستن، همه عشیره هستن، برای عزیزانی که میشناسن چه کسانی هستن دارن اعتراض میکنن و شکایتشون بر فساد سیستماتیک در حکومت هست. بله، و گزارش های از تشدید جو امنیتی منتشر شده در آبادان و تمام شهرهایی که درگیر اعتراض بودند، همچنین اختلال در اینترنت، در این باره چی میدونیم؟ در تقریبا تمام شهرهای استان خوزستان ما اختلال در اینترنت رو داشتیم در ساعات زیادی از روز. من تا دیروز نمیتونستم ارتباط برقرار کنم با دوستان خودم در آبادان. در بسیاری از ساعتها کلا اینترنتشون مختل بود. در تمام نقاطی که اعتراضات در جریان هست، اینترنت کاملا قطع هست. گاهی اوقات فقط بعضی از جاها رایتل جواب میده، بقیه سیستم ها کاملا مختل و قطع هستند. یه نکته مهم دیگه این هست که در اعتراضات مردم حکومت رو در واقع نشانه میرن و این علت درگیری با مردم هست. نکته دیگه، در بسیاری از افراد امنیتی در شهر آبادان خود مردم آبادان هستند. کسانی که از خود شهر هستن معمولا شلیک نمی کنن. به همین علت از شهرهای دیگه، از استانهای دیگه، از اصفهان، بله، از استان امنیتی آوردن برای اینکه بتونن راحت به مردم شلیک کنن و خشونت رو گسترش بدن اگر نیاز باشه. سپاسگزارم از توضیحات شما. موحد خرمی، فعال رسانه‌ای از دبی.